خب ما از امروز نیمه دوم درس رو آغاز میکنیم و تقریبا مباحث درس از اینجا به بعد یه به هم پیوستگی خوبی دارن. میشه گفت نیمه اول به نوعی پیش نیازهایی بودن و شاید بعضی وقتا پراکنده برای نیمه دوم، ولی نیمه دوم تقریبا یک خط سیر مشخصی خواهد داشت. صدا سایر دوستان صدا مشکل اگر داره فکر بکنید. خب الان صدا یه تبدیل جوزو کم داشت، الان صدا چطوره؟ الان خوب. بله، بنابراین الان من یه ویو کوتاهی بدم که چه مسیری رو طی خواهیم کرد و بعدش هم دیگه این جلسه رو که میشه فصل ده کتاب شروع بکنیم. ابزار اصلیمون در نیمه دوم درس در واقع انتگرال تصادفی خواهد بود. انتگرال تصادفی یا انتگرال ایتو در واقع تئوری هست که ایتو ریاضیدان ژاپنی در دهه 1950 اگه اشتباه نکنم ابداع کرده و در واقع بعداً کاربردهای بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف پیدا کرده. انگیزه خود ایتو حالا تا اون حد محدودی که من خودم اطلاع دارم این مطالعه فرآیندهای مارکوف بوده، فرآیند مارکوف پیوسته. منتها بعدها کاربردهایی که انتگرال ایتو پیدا کرده خیلی فراتر از اون چیزایی بوده که خود ایتو هم فکر میکرده که حالا اشاره خواهیم کرد. کم و بیش اشاراتی داشتیم در جلسات قبل که در واقع انتگرال تصادفی اصلا چی هست و چرا سخته. انتگرال تصادفی در واقع به انتگرال هایی خواهیم گفت که نسبت به، یعنی در واقع یه چیزی نسبت به فرایندهای مثل حرکت برانی گرفته میشن. حالا اینکه اون چیزه در واقع چی باشه در سوال اصلی هست که میخواییم به طور طبیعی توی درس بهش برسیم که در واقع انتگرال ایتو خواهد بود. یک شرایط خاصی روی این ستاره قرار خواهیم داد که خودش یک فرایند تصادفی خواهد شد که ما کمک میکنه این انتگرال رو بتونیم تعریف کنیم. مشکلی هم که در تعریف این انتگرال وجود داره باز قبلا اشاره کردیم، مشکل برمیگرده به ناهموار بودن فرایند حرکت براونی و اینکه مسیرهاش در واقع تغییراتشون بیکران هست. در نتیجه از نظریه انتگرالی که تو آنالیز موجود هست نمیتونیم اینجا استفاده کنیم، مثلا انتگرال ریمان، انتگرال ریمان اشتیلیس، انتگرال لبگ اشتیلیس، حتی در کلی ترین حالت اونها کافی نیست و جوابگو نیست به دلیل اینکه دبلیو فرآیندی هست که مسیرهاش تغییراتش بیکران هست و تغییرات مرتبه دومشه که متناهی هست. نحوهی که ایتو انتگرال تصادفی رو تعریف میکنه و بهش معنا میده در واقع با زحمت خیلی کمی قابل تعمیم هست به حالتی که شما نسبت به یک مارتینگل پیوسته انتگرال رو تعریف بکنید. به همین دلیل کتاب هم اومده یه راست برای مارتینگل گفته، زحمتش بیشتر نمیشه برای مارتینگل های پیوسته. البته تئوری ایتو در حالت کلی مارتینگل های ناپیوسته هم شامل میشه که خب اون کمی صورتبندیش متفاوته، یکم مسیرش تفاوت جزئی داره، برای همین ما اینجا به اون نمیپردازیم، ما توی کتاب مارتینگل های پیوسته میپردازیم. بنابراین در بخش اولمون که همین فصل هست که فکر میکنم همین این جلسه بتونیم بگیم، این انتگرال ها رو ما تعریف خواهیم کرد، انتگرال نسبت به یک مارتینگل پیوسته و ویژگی هاشو خواهیم گفت و در واقع این مقدمه میشه برای فصل های بعدی که یکی از در واقع مطالب مهم فصل های بعد که جلسه بعد فکر میکنم بشه فرمول ایتو هست. فرمول ایتو میشه گفت در واقع یه جور
فرمول تغییر متغیر در انتگرال گیری برای انتگرال تصادفیه، یا به زبان مشتق اگه بخوایم بگیم یه جور مشتق زنجیره‌ای تصادفیه، یه جور قضیه مشتق زنجیره‌ای تصادفیه. از نظر محاسباتی ابزار بسیار مهمیه. در واقع فرمول ایتو رو که بگیم به نوعی یک کلکولسی، به اصطلاح فرمول ایتو میشه مبنای استوکاستیک کلکولس در واقع. یعنی همونطور که ما یک کلکولس کلاسیک داریم، حسابان کلاسیک داریم که در واقع قواعد مشتق و انتگرال برای توابع مشتق پذیر و اینها رو داریم، فرمول ایتو به ما یک در واقع ابزار قوی میده که میتونیم توی خانواده سمی مارتینگل ها در واقع یک حسابانی داشته باشیم، و این به اصطلاح میشه حسابان تصادفی. و از ابزار محاسباتی خیلی قوی میده که ما با داشتن اون دیگه مثل انتگرال، مثل در واقع تکنیک های انتگرال گیری توی حسابان عادی که خیلی از انتگرال ها رو میتونیم با اونا به صورت دقیق حساب بکنیم، فرمول ایتو هم همچین نقشی ایفا میکنه. خیلی از انتگرال ها رو میتونیم ما در واقع با استفاده از فرمول ایتو حساب بکنیم. مثلا انتگرال حرکت برهانی نسبت به خودش چی میشه، انتگرال حرکت برهانی به توان دو نسبت به خودش چی میشه، انتگرال یه تابع دلخواه مثلا از حرکت برهانی نسبت به خودش چی میشه. اینها در واقع با ابزار فرمول ایتو خواهیم توانست اینها رو محاسبه بکنیم. این هم بحث بعدیمون خواهد بود. در واقع بنابراین اول از انتگرال تصادفی شروع میکنیم، به فرمول ایتو میریم. وقتی فرمول ایتو رو میگیم دیگه ما ابزار لازم برای مطالعه معادلات دیفرانسیل تصادفی رو خواهیم داشت. معادلات دیفرانسیل تصادفی هم موضوع بسیار پرکاربردیه. بسیاری از مدل‌های پدیده‌های فیزیکی که با معادلات دیفرانسیل عادی مدل میشن، وقتی شما نویز بهشون اضافه بکنید تبدیل میشن به معادلات دیفرانسیل تصادفی. در واقع همچین معادلاتی خواهند بود. جواب تکمیل های معمول پی دی ای، بله بله خیلی متفاوت هست داستان دیگه. البته پی دی ای که هنوز نرسیدیم، تکمیل های معمول او دی ای شاید منظورتونه. معادلات دیفرانس تصادفی به نوعی او دی ای های تصادفی هستن، اس دی ای به اصطلاح بهشون میگن، استوکاستیک دیفرانشیال ایکویشن. این قسمت از معادله یه او دی ای دیگه، داره میگه مشتق ایکس نسبت به اس هست یه تابعی از ایکس اس. ما حالا بهش یه نویز اضافه کردیم، این جمله نویزه. خود نویز البته یه بخشی من دبلیو اس باید میذاشتم. خود نویز یه ضریبی داره که کم و زیادش میکنه. خود اون ضریبه یا شدت نویز در واقع که بهش ضریب پخش خواهیم گفت، این میتونه به ایکس وابسته باشه. همچین معادلاتی در واقع اس دی ها هستن. بفرمایید. این ضریب نویز که ما مثلا دو مرتبه مشتق باشه. آها، مثلا یعنی یه جور مشتق مرتبه دوم نسبت به حرکت براونی. تو نظریه کلاسیک اس دی همچین چیزی نیست. حالا الان من دارم فکر میکنم ببینم مثلا میشه به این موضوع معنا داد یا نه، چون یعنی یه جور معادله مرتبه دوم مشتقات. ببینید یه ایده بزنم میرسه که ما وقتی اس دی رو بخونیم راحت اونجوری هم میتونیم به مسائل فکر کنیم. ما تو او دی ای یادتون باشه معادلات مرتبه دوم رو تبدیل میکردیم به دستگاهی از معادلات مرتبه اول با تغییر متغیر مثلا. بله بله بله. و اینجا این کاملا عملیه، چون در صورت بندی که ما ارائه خواهیم کرد از SDE، XD در واقع توی RD میتونه باشه، یعنی ما دستگاه SDE خواهیم داشت. نجه به این صورت مسئله های مرتبه بالاتر رو هم میشه به شکل SDE ها صورت بندی کرد، خصوصا این که مسئله هایی که از فیزیک میاد چون اغلب مرتبه دوم هست، این خیلی مهم هست. برای باید سب کنم که دوباره
خب مثل اینکه من قطع شدم لحظه. حالا صداتون برگشت، خب ادامه. بله میگفتم که SDD هایی که از فیزیک میان اغلب مرتبه دوم هستن و با این ایده تبدیل به دستگاه مرتبه اول میتونیم از کلکولس ایتو استفاده بکنیم برای مطالعهشون. در مورد پی‌وی‌ها هم گفتم مثلا میشه تو دو بعد مختلف حرکت بالا فرض کن شما دارین مشتقات نسبت به هر کدوم از این بعدها رو در نظر بگیرید، اونجوری نمیشه جو پی دی هم بله بله در واقع شما خب مثلا مفید هست بله 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 همین کارو میکنن. این دیگه میشه حوزه اس پی دی ای که ما واردش نخواهیم شد دیگه توی این درس، میشه بعد از SDE واقعا به SPDE استوکاستیک پارشیال دیفرنشیال ایکویشن ها پرداخت که حوزه بسیار داغی هم هست الان و البته سخت، چون همونقدر که PDE نسبت به ODE سخت تره SPDE هم نسبت به SDE سخت تر خواهد بود و خب خیلی کارهای جدید و به روزی که انجام میشه تو حوزه SPDE هست. به معنی یک مثال فقط اگر بخوایم اشاره بکنیم، مطالعاتی که برای معادله KPZ انجام شده که آقای مارتین هیرر 2016 خاطر این کارها در واقع مدال فیلز برد، یه SPDه معادله KPZ و همون نگاهی که در واقع شاید تو ذهن شما باشه، یعنی ما به جای اینکه فقط یک بعد اس داشته باشیم در واقع به نوعی مثلا همونطور که معادله حرارت یه معادله در بعد فضا و زمانه، ما بیایم یه نویز فضا زمان داشته باشیم، اسپیس تایم وایت نویز در واقع، و اون وقت البته یه قسمت مهم کار اصلا معنا دادن به اون پی دی های تصادفی هست که ظاهر میشه. اونجا دیگه خود انتگرال ایتو به تنهایی کارگشا نیست و یه هنر و سختی کار اصلا معنا دادن به جوابی برای اون معادلات پی دی تصادفی است. مثالش معادله حرارت تصادفیه، یعنی شما اون ایکستون دیگه میتونه تابعی از مثلا ایکس و تی باشه و دی این مثلا مشتق دوم این فرض کنیم، حالا من خیلی به صورت غیر فرمال بنویسم، ایکس زگوند ایکس و تی، این در واقع مثل معادله حرارت بشه لاپلاسیان ایکس، لاپلاسیان نسبت به متغیر فضا، به علاوه حالا یه نویزی که همون اسپیس تایم وایت نویز باشه. این که اصلا این دستگاه معادله، این دستگاه که نه، این پی دی ای جواب داره نداره و اصلا جوابش به چه معنا هست، اینا بحثایی هست که توی اس پی دی ای بهش میپردازم. به هر حال موضوع خیلی جالبه برای کسی که به پی دی علاقه من باشه و به احتمال این حوزه بسیار خوبی هست. سوال آخرم بپرسم. بفرمایید. از این اس پی دی ها برای مطالعه خود پی دی ها هم استفاده کرد؟ از خود اس پی دی ها البته نمیتونم بگم نه، ولی من نمیدونم. اما از SDE ها بسیار برای مطالعه PDE ها استفاده خواهد شد که ما تو درس بهشون خواهیم پرداخت. یعنی ساده ترین مثالش در واقع از خود SDE ها نه SPDE ها، مثلا برای حل معادله لاپلاس، معادله پواسون، معادله حرارت، همه اینها خواهیم دید که چطور یه رویکرد کلن جدید و متفاوتی نسبت به PDE کلاسیک برای حل معادلات در واقع PDE خواهد داد به ما. بنابراین ارتباط با پی دی ها هم یه بحث دیگه ای هست که فکر میکنم چند جلسه بهش بپردازیم. یه مقداری راجع به از اس دی ها بیایم بیرون، خود فرمول ایتو کاربردهای بسیار جالبی در مطالعه خود حرکت براونی داره و همچنین مارتینگل ها که اونم بیشتر کاربردهای تئوری هستن، که این هم یه فصل کتاب هست که شاید یک یا دو جلسه بهش بپردازیم، کاربرد در مطالعه مارتینگل ها و حرکت براونی. خواهش میکنم، سلامت باشین. و همچنین در واقع یه چند جلسه هم به طور کلی راجع به فرنده مارکوف، فرنده مارکوف پیوسته
صحبت خواهیم کرد و یه نکته مهم در واقع SDR ارتباط مهمی با فرنده مارکوف پیوسته دارن، به خاطر اینکه خانواده خیلی مهمی از فرنده مارکوف خود جوابای SDE ها هستن، همونطور که ODE ها در واقع نمونه ای از یک سیستم خودگردان به اصطلاح هستن به معنای سیستم دینامیکی. سیستم خودگردان در حالت تصادفی میشن فرنده مارکوف و نمونه مهمی از فرنده مارکوف SDE ها هستن که همونطور گفتم تا حدودی انگیزه ای تو هم مثلا برای مطالعه انتگرال تصادفی مطالعه فرنده مارکوف ببسته بوده. اینا مطالبی است که در ادامه درس راجبشون صحبت خواهیم کرد انشاءالله و امروز به هر حال از انتگرال تصادفی ما شروع میکنیم. خب ایده اصلی انتگرال تصادفی ایده خیلی سختی نیست ولی ایده جالبیه، یعنی نکته ای که ایتو بهش توجه کرده و با استفاده از اون انتگرال ایتو رو تعریف کرده. من سعی میکنم با یک مثال ساده این ایده رو منتقل کنم، بعد مسیر ساختنش یه مسیر روتینیه که خیلی شبیه به در واقع خیلی از اثباتات توی آنالیز حقیقی، گام به گام از در واقع انتگرال رو اول برای توابع پله‌ای مثلا تعریف میکنیم، بعد با یه نوع فرآیند حدگیری به فرآیندهای کلی تری که مورد نظرمون هست میرسیم. مسیر این هست، منتها ایده اصلی برای اینکه توی اون مسیر طولانی گم نشه من میخوام اون ایده رو اول بگم که بعد اون ایده رو در ذهن داشته باشیم. ایده برمیگرده به محاسبه ساده ای که چند جلسه پیشم فکر میکنم ما انجام دادیم که چی بود؟ یه نمایشی از WT به توان 2 ما نوشتیم، WT2 رو اومدیم به این صورت نوشتیم، گفتیم بیایم یه افرازی از بازه 0 تا T بگیریم، T0, T1 تا مثلا Tn و این WT رو اومدیم به همچین شکلی ما نوشتیم، گفتیم اینو بنویسیم سیگمای WT I در WT I به علاوه یک منهای WTI اگه اشتباه نکنم دوتای این به علاوه سیگمای WTI به علاوه یک منهای WTI توان دو. این درست میشه اگر سیگما رو بگیریم دیگه، این یه WTI برای توان دو میده، این به علاوه WTI 2 که با منهای 2 تا WTI 2 میشه دلتا WTI 2، یه دونم اینم ساده میشه با اون چیزی که از اینجا میاد. این اتحاد ساده بود که ما نوشتیم چند جلسه قبل و به دو تا نکته توجه کردیم توی این، یکی این که این اولیه شبیه یه جور مجموعه ریمانی هست، سیگما WTI دلتا WTI به نوعی دیگه، و این انتظار میرفت که وقتی افراز ریز بشه این مثلا بشه یه جور انتگرال. منتها نکته ای که هست اینه که این دومی هم راجبش صحبت کردیم دیگه، گفتیم این میشه تغییرات مرتبه دوم فرآیند حرکت برانی که حالا با چیزایی که تو فصل قبل دیدیم دیگه میدونیم این معادل هست با فرآیند تغییرات مربعی یا کوادراتیک وریشن حرکت برانی که اینجوری نشونش میدادیم، وقتی که حد بگیریم، وقتی افراز رو ریز کنیم، که در مورد حرکت برانی میدونیم این برابر با خود T هست، چون تغییرات مربعی تعریف میشد اون چیزی که اگر از WT2 کمش بکنیم مارتینگل بشه و ما ثابت کردیم که WT2 رو اگر منهای T بکنیم مارتینگل میشه. حالا همینجا راجب همین یکم صحبت بکنیم.
فرق حرکت براونی با مثلا توابع مشتق پذیر همینجا ظاهر میشه. اگر W به جاش یه توابع مشتق پذیر بذاریم، خب به طور طبیعی این انتگرال به شکل انتگرال ریمان قابل تعریفه، یعنی میتونستیم بنویسیمش انتگرال WS مثلا W.S DS، W.S مشتق WS میشه. این به شکل انتگرال ریمان قابل تعریف بود و ترم دوم هم صفر میشه. بله، بنابراین این نکته رو قبلا اشاره کردیم، اگر WT تابعی مشتق پذیر از تیمی بود، نه فقط مشتق پذیر، اصلا تغییراتش کلاندار می بود یا با تغییرات کلاندار می بود، جمله دوم سمت راست چی می شد؟ صفر می شد حدش. و اصلا همین نکته است که به ما اجازه میداد انتگرال ریمان رو تعریف بکنیم. ما تو تعریف انتگرال ریمان یادآوری بکنیم از ریاضی عمومی چجوری بود تعریف انتگرال، مثلا انتگرال FSDS رو که میخواستیم تعریف بکنیم از صفر تا T، میمدیم افرازه رو در نظر میگرفتیم، میگفتیم در واقع لیمیت F فرض کنید بگیم تی آی ستاره در تی آی به علاوه یک منهای تی آی. خب وقتی که اون قطر افرازها به صفر میل میکرد که تی آی ستاره چی بود؟ این یادآوری تعریف انتگرال ریمان که تی آی ستاره نقطه دلخواه در بازه تی آی و تی آی به علاوه یک بود. یعنی افراز انجام میدیم بازه صفر تا تی رو، بعد توی هر در واقع زیر بازه یه تی آی استاری در نظر میگیریم، هر جای بازه مهم نیست، و اگه شرایط انتگرال پذیر ریمان برقرار می بود یادمون هست که مهم نبود تی آی ستاره چی باشه، هر جوری این نقطه تی آی ستاره رو انتخاب میکردیم، این لیمیت وجود داشت و میل میکرد به همون انتگرال اف اس دی اس. حالا نکته ای که میخوام اینجا توجه شما رو بهش جلب کنم اینه که در انتگرال تصادفی اینطور نخواهد بود و مهمه که شما کدوم نقطه رو در نظر بگیرید. همینجا تو همین مثال اینو نشون بدیم. در واقع اگه ما مثلا تو این چیزی که مجموع ریمانی که اینجا داریم به جای TI به علاوه یک میذاشتیم ببینیم چی میشد. اگه اونجا TI به علاوه یک میذاشتیم اینجا رو بکنم اگر TI به علاوه یک بذاریم اینجا، اون وقت اون جمله‌ای که باید اضافه کنیم تا تصحیحش بکنه چی خواهد بود؟ اینجا مثلا WTI به علاوه یک بذاریم، WTI به علاوه یک منهای WTI به علاوه یک، اینجا چی باید بذاریم؟ شما بگید. باید یه دونه فکر کنم باید این دفعه باید منهای دو تا از دومی، نه دو تا از دومی نباید بذاریم، به نظرم میاد که باید منهای دبجرارو که توانه دو، آره منهای سیگمای WTI دلویگ به توانه دبجرارو منهای WTI توانه دو میشه به نظر شما. آره دیگه درست میشه، این دو تا WTI به توانه دو میده، یکیش ساده میشه منهای WTI دو هم میده، اون دو منفی دو هم با این دو این ساده میشه، یه همچیز میشه. خب باز یه اتحاد ساده است، چیز خاصی ننوشتیم. منتها نکته ای که هست اینه که این دوتا الان این جمله میشد T، میل میکرد به T، ولی خب این جمله دیگه میل میکنه به منفی T. بنابراین همین تغییر کوچیک که ما نقطه ابتدای بازه رو بگیریم یا نقطه انتهای بازه رو بگیریم یک تفاوت معناداری تو حاصل این ایجاد میکنه. یعنی این که الان ما مرددیم که برای تعریف انتگرال WS DWS از اینا لیمیت بگیریم یا از اینا لیمیت بگیریم. از هر کدوم لیمیت بگیریم یه جوابی به ما خواهد داد.
اگر از بالایی لیمیت بگیریم جواب خواهد شد WT2 منهای، یعنی اینجا بنویسیم، اگر نقطه سر بازه رو بگیریم انتگرال میل میکنه به WT2 منهای T، یعنی این T رو بیاریم اون طرف. اگر نقطه انتهای بازه رو بگیریم میل میکنه به WT2 به علاوه T. و مثلا نقطه وسط بازه هم بگیریم، به عنوان تمرین خودتون میتونید بهش فکر کنید، نقطه وسط بازه رو بگیریم میل میکنه به خود WT2. بنابراین اینجا دیگه خیلی مهم میشه که با چه نقطه ای ما مجموعه ریمانمون رو تعریف بکنیم. خب این چالشیه که وجود داره. بفهمه. این الان امیدشون اگه وینت یا منفیت میل نه اینا خودشون میل میکردن. یادآوری کنیم این وقتی لیمیت بگیرین افراز رو کوچیک کنید، این به فرایند تغییرات مربعی میل میکرد. فرایند تغییرات مربعی خودش تصادفی بود، اما در مورد حرکت براونی دترمینیستیک میشد. در مورد همه فرایندها اینطور نبود، ولی در مورد حرکت براونی WT دقیقا مساوی با خود T میشد، نه امیدش. یکی از دوستان گفتن ما اشتباه نوشتیم، بذار ببینیم اشتباه نوشتیم. البته این یه دو هم پشتش داره دیگه، یعنی ما دو تا انتگرال WSDS رو داریم مثلا. نه دیگه، من این تیه رو بردم سمت چپ، یعنی نقطه سر بازه رو اگه بگیریم مجموع ریمان، آره میشه WT2 منهای T. مثلا این در واقع چالشیه که تو تعریف انتگرال تصادفی ما باهاش مواجه هستیم. حالا و سوال اینه که کدوم اینا ارجحیت داره؟ البته صرفا ارجحیت نیست، تضمینی هم آیا هست که ما، حالا اینجا یه مجموع ریمان خاص بود، اگه به جای W یه تابعی از W بود، آیا بازم این حد اصلا وجود داشت به عنوان یک متغیر تصادفی یا نه؟ اون هم یه ایده است، با توزیع یونیفرم میانگین بگیریم. به عنوان تمرین، حالا تعریف هر انتگرال تصادفی رو که گفتیم، فکر میکنم اگه با یونیفرم انتگرال بگیریم این خواهد شد WT2. ممکنه به نظرتون برسه مثلا نقطه وسط بازه کاندیدای طبیعی تریه، منتها نکته ای که ایتو بهش توجه کرد اینه که نقطه سر بازه یک مزیت خاصی داره و اون به ما کمک میکنه که نه تنها برای حرکت براونی بلکه برای هر مارتینگلی بتونیم انتگرال تصادفی رو تعریف بکنیم. خواهیم دید نقطه سر بازه چه ویژگی خاصی داره که به ما کمک میکنه توی تعریف انتگرال تصادفی. و این نکته بود که ایتو بهش توجه کرد، در واقع فیکس میکنیم بله نقطه سر بازه رو خواهیم گرفت، به اینه که میگن انتگرال ایتو. بعدها البته ورژن های دیگه از انتگرال تصادفی اومد که نه فقط صرفا به خاطر اینکه سر بازه رو بکنیم ته بازه، به دلیل اینکه اونا هم یه ویژگی های خاص خودشونو دارن، مثلا نقطه وسط بازه که راجبش تو فصل بعد صحبت خواهیم کرد، اینم یک ویژگی های خوبی داره که باعث میشه انتخابش کنن، بهش دیگه انتگرال ایتو نمیگن، یه نوع انتگرال دیگه است که راجبش صحبت خواهیم کرد. حالا اشاره کردم مثلا یکی از ویژگی هایی که نقطه سر بازه داره اینه که اگر نقطه سر بازه رو بگیریم انتگرال تصادفی مارتینگل خواهد شد. خواهیم دید چرا. یعنی این سیگما یه جور مارتینگل هست ولی نقطه ته بازه مارتینگل نیست. حالا نکته اصلیش خیلی ساده است، تو محاسبات مشخص میشه. خب این یک مقدمه از این که چی کار خواهیم کرد. پس ما نحوه تعریف انتگرالمون جوریه که خلاصه اون به نقطه سر بازه توش نقش مهمی داره. خب حالا دیگه میتونیم از روی کتاب به نظرم پیچ بریم. خب بله همونطوری که گفتم ما یه راست برای مارتینگل انتگرال تعریف خواهیم کرد، ولی شما برای فهم بهتر اصلا میتونید تو این جلسه به جای MW رو در ذهن داشته باشین. هیچ تفاوتی نحوه ساختش نداره. حالا هر جا تفاوت داره من اشاره خواهم کرد. بنابراین MT یک مارتینگل پیوسته خواهد بود. البته اسکور اینتگرابل هم فرضش میکنیم به دلایل تکنیکال نسبت به فیلتریشن FT. HT هم یه فرایند ادپتد خواهد بود. ادپتد بودن خیلی مهمه.
در تعریف انتگرال تصادفی. یعنی چی یادآوری کنیم؟ یعنی HT با اطلاعات تا زمان T قابل تعریف باشه. یعنی HT نسبت به FT اندازه پذیر باشه. هدفمون تعریف این انتگرال هست. انتگرال HS DMS. خب در نظر داشته باشیم که HS یه فرایند تصادفی خودش. بنابراین یه دونه اومگا اینجا انگار داخلش هست که ما ننوشتیم. HS اومگا در واقع. و حاصل این انتگرال هم طبیعتاً انتظار داریم یک متغیر تصادفی باشه دیگه. حالا چون خود انتگرال تا تی گرفتیم، بنابراین اون تی هم اگه متغیر بذاریم، حاصل این انتگرال خودش دوباره فرایند تصادفی میشه. خب پس ما انتظار داریم که برسیم به فرایند تصادفی ان تی. حالا سوال اینه که چه اچ هایی مجاز خواهند بود برای تعریف انتگرال تصادفی؟ دو تا شرط روشون میذاریم. یکی یک شرط اندازه پذیریه که کمی قوی تر از ادپتد بودن یا سازگار بودن هست، و یکی هم یه شرط در واقع انتگرال پذیری. انتگرال یه چیزی باید متناهی باشه که این دوتا رو اینجا الان توضیح میدیم راجعش. شرط اندازه پذیری به اصطلاح بهش میگن پردیکتبل بودن یا پیشبینی پذیر بودن، و ایدهش هم اینه که اون فرایند HT باید با اطلاعات تا بلا فاصله قبل از زمان T قابل تعریف باشه. در مورد خیلی از فرایندها که ادپتد هستن خود به خود این نتیجه میشه. فعلا پس شهود پردیکتبل بودن رو گفتم. پردیکتبل بودن شهودش اینه که شهود پیشبینی پذیر بودن اینه که در واقع HT با اطلاعات تا قبل از T قابل تعیین باشد. خب مثلا حرکت براونی خب پردیکتبل هست به طور شهودی اگه بخوایم بگیم. چرا؟ چون WT چون ادپتد هست، FT اندازه پذیر هست، از طرفی چون پیوسته هم هست، با داشتن WS های S اکیدن کمتر از T خب میشه با یه لیمیت گرفتن به WT رسید. بنابراین شهودن به نظر میاد WT پردیکتبل هست. با همین استدلال مثلا همه فرآیندهای پیوسته و ادپتد پردیکتبل هم هستن. یعنی از اون اتفاقات دقیقا در لحظه تی استفاده خاصی نمی کنن اینا، بخاطر اینکه پیوستن حد با حد چپ خودشون در واقع برابر هستن، و این مهم خواهد بود توی قسمت های تکنیکال. حالا تعریف دقیق پردیکتبل بودن رو میگیم، پیش بینی پذیر بودن رو. ممکنه به ذهن برسه که چرا نمیگیم FT منفی اندازه پذیر باشه. سوال خوبیه. منم نمیدونم که این تعریفی که الان میدیم آیا با FT منفی اندازه پذیر بودن یکی هست یا نه. اینو به عنوان تمرین خوب بعدن روش فکر کنیم. ولی تعریف متفاوته. نه به تعریف اینجوریه. میگیم یه سیگما فیلد تعریف میکنیم، یه سیگما میدان تعریف میکنیم، سیگما میدان پیشبینی پذیر، که این یک سیگما میدانی روی فضای حاصل ضربیه در واقع. صفر و بی نهایت ضرب در اومگاست. اصولاً پردیکتبل بودن یه شرط میجربلیتی روی فضای حاصل ضرب، صفر و بی نهایت ضرب در اومگا. چجوری تعریف میشه؟ در واقع کوچکترین سیگما فیلدیه از این فضای حاصل ضرب که همه توابع از چپ پیوسته و کراندار و ادپتد نسبت به اون اندازه پذیر باشن. بنابراین میتونیم اینجوری توصیفش کنیم. این سیگما میدان پردیکتبل ها به این صورت تعریف میشه. عبارت است از سیگما میدان تولید شده توسط توابع از چپ پیوسته و کراندار و سازگار. خب اینجا توضیح داده دیگه. در واقع سیگما میدان تولید شده توسط ایکس هایی که فرآیندهای ایکسی که از چپ پیوسته باشن، باندد باشن و ادپتد نسبت به FD باشن.
اون پردیکتبل بودنه، یعنی اون شهودی که ما داریم که از اطلاعات خود لحظه تی استفاده نکنه، توی این لفت کانتینیوس بودنه خلاصه شده. چون فرآیندهایی که لفت کانتینیوس هستن اینا از اطلاعات خود اون لحظه تی هیچ استفاده خاصی نمی کنن دیگه. یعنی در لحظه تی اگر هم جامپی داره، اون جامپه بعد از تی مقدارش رو نشون میده، بلکه در خود تی مقدارش همون حد کپ هست. پس ما در واقع به این صورت سیگما میدانی تعریف کردیم تو فضای حاصل ضربی. و حالا از این به بعد در واقع فرض میکنیم این اچمون به عنوان یه تابع دو متغیره، این اچ در واقع اچ یا اومگا است دیگه، این نسبت به این سیگما میدان پی پردیکتبل ها اندازه پذیر باشه. خب جور دیگه ای که میشه اینو بیان کرد البته گفته اینه که آره دیگه چیز خاصی بیان دیگه از همون بالایی هست، یعنی گفته همه دوتایی های تی و اومگا، یه پرانتز هم اینجا کم داره، همه دوتایی های تی و اومگایی که مثلا ایکس تی و اومگا از آ بیشتره، که ایکس یه فرایندیه با همین خاصیت ها. بفرمایید بفرمایید. تعریف از بیخ جدیدی بیاریم، اون نشد قشنگ، یه پیچیدگی خیلی زیادی داره. من الان فکر می‌کنم نمی‌فهم برای چیه. آره ببینید، الان اولا برای اینکه این ایده اصلی ایتون این نیست، یعنی ذهنمون می‌خوایم درگیر این نشه، خب برای همین کافیه اینو این لم رو در ذهن داشته باشیم. لم اگر HS پیوسته و ادپتد باشد پردیکتبل است. خب این رو ما در ذهن داشته باشیم، در حاجه خیالمون راحته که وقتی HS پیوسته است ما نگرانی نداریم، همون پیوسته و ادپتد کافیه. خب یعنی میخوام بگم خیلی به این نمیخوام بپردازیم، اما واقعیت اینه که این که چرا ضروریه تو اثبات هایی که تو همین جلسه شاید بگیم مشخص میشه. من اونجا اشاره خواهم کرد که چرا مهمه این پردیکتبل بود. و من تو منابع مختلفم نگاه کردم، گریزی نیست از این. بعضی جاها البته فکر کنم با اضافه کردن یه شرایط اضافه ای روی HT اینو دور میزنن، ولی باز شرایط دیگه اضافه میکنن. همه جا این پیچیدگیه هست و این نکته‌ای که گفتین درسته، یعنی این measurable بودن توام نسبت به تی و اومگا رو یه جور میخواد. adapted بودن یه measurable بودن توامی نیست، میگه که برای هر تی یه جور measurable بودن نسبت به اومگاست، برای هر تی تو FT باشه. اینجا ولی این لازمه. شهودش، من شهودی که دارم اینه که همین، از اطلاعات دقیقا لحظه تی استفاده نکنه اون فرایند. مثلا یک جور دیگه هم میشه این شرط رو دور زد. فکر میکنم که اگر FT رو، فکر کنم اینم البته با شک مینویسم، شاید جزئیاتی داشته باشه ولی حدس میزنم این درست باشه، که اگر FT سیگما میدان تولید شده توسط خود حرکت براونی باشه، چیز اضافه توش نباشه، اون وقت اگه اشتباه نکنم ادپتد ها همه پردیکتبل هستن، ادپتد هایی که توامن اندازه پذیر نسبت به تی و اومگا باشن، آنگاه هر اچ اس توامن اندازه پذیر و ادپتد چی میشه؟ پردیکتبل هم میشه. دلیلش هم اینه که اصولا سیگما میدان خود حرکت براونی در لحظه تی هیچ اطلاعات جدیدی نسبت به لحظات قبل نداره، بنابراین این فکر میکنم که، فکر میکنم اینو من مطمئن نیستم دیگه الان سوال بشم،
فقط از این جهت گفتم که بگم پردیکتبل بودن درسته یکم پیچیدگی اضافه میکنه، ولی برای بیشتر موقعیت هایی که ما نیاز داریم همون ادپتد بودن کافیه. اما اگه واقعا میخوایم بفهمیم چرا این ضرورتش چیه تو اثبات ها امیدوارم امروز بفهمیم. بفهمیم این با من یه تابع دو متغیره دیگه، اش تابعی از تی و اومگا هست. نه یعنی به عنوان تابعی از مثلا صفر و بی‌نهایت ضرب در اومگا به آر با چه و چه سیگما میدانی روی این صفر و بی‌نهایت سیگما میدان بورل رو این هم که همون سیگما میدان افمون دیگه نسبت به این اندازه پذیر باشه. باز این شرط هم خیلی جاها قابل حذف کردنه، مثلا اگر اچ پیوسته باشه چون توزیع‌های متناهی بود که خود به خود اندازه پذیرن، پیچیدگی ناشی از اینه که تی ناشمارا مقدار میتونه بگیره. اگه پیوسته باشه چون با یک زیر مجموعه چگال شمارا مثلا رو تی های گویا میشه سایر تی ها رو ساخت، در نتیجه خود به خود هر اچ تی که فرایند باشه یعنی برای هر تی اومگا اندازه پذیر باشه خود به خود تو همان اندازه پذیر هم میشه. خیلی خب، حالا البته باز تاکید میکنم میتونید الان ذهنتون رو درگیر نکنید ولی بعدا برگردین اینا رو با دقت بیشتر بهش فکر کنید. خب پس خلاصه از اینجا به بعد ما فرض میکنیم اچ predictable یا پیش بینی پذیر، این یک فرضی که رو اچ میذاریم. فرض دیگه هم یه فرض انتگرال پذیریه که اینم الان من بگم شاید عجیب باشه به نظرتون که از کجا میاد، ولی این به صورت طبیعی تو اثباتا ظاهر خواهد شد. اونم این هست که همچین امید انتگرالی از اچ باید متناهی باشه. کلن quadratic variation نقش خیلی مهمی توی انتگرال ای تو ایفا میکنه و اصلا شاید دلیلی که ما گفتیم quadratic variation رو توی بخش قبلی فقط همین بوده که اینجا استفاده کنیم، ولی خیلی نقشش اساسی هست. یعنی تو فرمول ای تو مستقیما ظاهر میشه quadratic variation، الان همینجا تو شرط انتگرال پذیری اچ ظاهر میشه. در واقع میگه که برای اینکه شما بتونید انتگرال رو تعریف بکنید، انتگرال متناهی باشه، باید HS2 نسبت به quadratic variation انتگرال بگیرین، امید بگیرین متناهی بشه. نکته ای که اینجا دقت باید بکنیم اینه که تعریف این انتگرال مشکلی نداره، اگرچه quadratic variation خودش یک فرایند تصادفی هست، ولی یه فرآیند تصادفی چیه؟ به چه دلیل این انتگرال خوش تعریفه و مشکل نداره؟ ای گفتی؟ کراندار کوادراتیک وریشن کراندار هست، ولی صرفا نسبت به تابع کراندار که ما نمیتونیم همیشه انتگرال بگیریم، انتگرال تغییراتش کرانداره، اصلا سعودیه دیگه بیشتر از اون. در واقع تغییرات مربعی کوادراتیک وریشن یک فرآیند سعودیه، بنابراین تصادفی بودنش اصلا مهم نیست، این یه جور انتگرال نسبت به یه تابع سعودیه. بله یعنی حتی لبگ هم نمیخواد، ریمان اشتیلی است. البته چرا اگر پیوسته نباشه این لبگ اشتیلی است، ولی خلاصه با همون انتگرال هایی که توی آنالیز داریم این انتگرال قابل تعریفه و این فرض لازم ما میذاریم که امید این انتگرال تا بی نهایت متناهی باشه. خب اینم از این فرض. پس این فرض هم اینجا لازم است. پس H predictable شد و این امید انتگرالی که گفتیم متناهی باشه. حالا برای چنین H هایی میخواییم گام به گام انتگرال تصادفی رو تعریف کنیم. مسیر رو گفتم چجوری. اول برای تا مشخصه بازه تعریف میکنیم که بدیهی اصلا چجوری باید تعریف بکنیم. بعد برای مجموعه از تا مشخصه بازه ها که میشه در واقع توابع پله‌ای، برای توابع پله‌ای تعریف میکنیم و بعد از همچین فرآیندهای پله‌ای حد میگیریم و برای همه اچ هایی که اون دوتا شرط رو داشته باشن نشون میدیم که برقرار هستن. خب
ببینید اینجا فقط یه نکته بگم، ایده بنابراین این هست که ابتدا انتگرال HS DMS رو برای فرایندهای پله‌ای تعریف میکنیم. حالا فرآیند پله‌ای یعنی چی؟ تابع پله‌ای میدونستیم یعنی چی؟ تابع پله‌ای اینجوری دیگه، روی بازه مقدار ثابتی دارن. وقتی میشه فرایند، دو جور میشه فرایند کرد تابع پله‌ای رو. یکی این که خود نقطه شروع و پایان این پله ها تصادفی بشه، یکی این که ارتفاع پله ها تصادفی بشه. منابع مختلف از هر دو، بعضی از این بعضی از اون در واقع استفاده میکنن، ولی ورژن ساده تر و استاندارد تر اینه که جای پله ها تصادفی نیست، دترمینیستیکه، ولی مقدار پله تصادفیه. که اگه بخوایم به شکل مثلا ساده ای بنویسیم، همچین فرایندی باید بشه. یعنی بنویسیمش تا مشخصه بازه ای، مثلا بازه تی آی و تی آی به علاوه بزنیم، مثل کتاب بنویسیم آ آی و بی آی گذاشته اصلا. ضرب در ارتفاع پله دیگه، ارتفاع پله رو مثلا گذاشته کا آی. الان این تصادفی نیست دیگه، آی و بی آی فیکس هم، منطقه این تصادفیه. برای این سمپل های مختلف که از این میگیریم، در واقع مثلا ارتفاع این پله ها ممکنه که تغییر کرده باشه. این میشه یه فرآیند پله ای مثلا. اول برای همچین چیزهای انتگرال تعریف میکنیم که خیلی تعریفش هم براسته، و بعد با یه فرآیند حدگیری به همه اون فرآیندهایی که قرار انتگرال پذیر باشن خواهیم رسید. خب بنابراین پس این نمایش از فرآیند پله‌ای مهم هست دیگه. این طرف ما یه تابعی از تی و اومگا داریم، این طرف اومگاش اومده توی این ضریب پله، تی خودش اومده توی این پله. این اگه تی بین آی و بی آی باشه یکه، خارج باشه صفره. و خیلی هم مهمه که این بازه رو به این صورت از چپ باز و از راست بسته بگیریم. دلیل از راست بسته گرفتنش هم اینه که قراره این اچه چی باشه؟ پردیکتبل باشه. الان این اچی که ما به این صورت تعریف کردیم پردیکتبل هست، چون اصلا خودش تابع از چپ پیوسته و کراندار. و آها، ادپتد بودنش چی؟ برای اینکه این ادپتد باشه، نکته برای اینکه تابع بالا ادپتد باشد، باید چه شرطی داشته باشیم؟ مثلا این یه بازه آ آی و بی آی، هر کدوم از این بازه ها باید اینا که عدد ثابتن، اندازه پذیرن، این مهمه. ولی نسبت به چی اندازه پذیر باشه؟ یعنی الان کا آی نسبت به چه سیگما میدانی اندازه پذیر باشه؟ کمتر از تی؟ نه دیگه، اسایی که تو این بازه هم درست میگه، درسته درسته. نه، اسایی که قبل از این بازن. بله بله، اسایی که قبل از این بازن. یعنی کا آی باید چی اندازه پذیر باشه؟ اف آ آی اندازه پذیر باشه. کمتر از آ آی دیگه، منظور همین بود. چون میگه کمتر از تی، تی متغیره، اینجا منظور کمتر از آ آی دیگه. کا آی پس باید عضو اف آ آی باشه، یعنی با اطلاعات تا قبل از این تی. اینا مقدارامون این شکلیه دیگه، اینجا آیه، اینجا اینجوریه. و اینجوری ادپتد میشه از حتی پردیکتبل هم میشه دیگه، یعنی از اطلاعات خود
لحظه آی هم توی تی اومگا استفاده نمیشه، چون این کائه تو لحظات بعد از آی داره تاثیر میذاره. بنابراین اینجا من اصلا فراتر از این نمیستم پردیکتبه. خب پس ما همچین تابه هایی رو در نظر میگیریم، همچین فرنده رو در نظر میگیریم. خب حالا اینجا لم داریم. آره اینجا میگه که اون سیگما فیلد پردیکتبل ها رو فقط با همینا میتونیم تولید کنیم، نیازی به سایر توابه نداریم، فقط همین توابه پله ای رو بگیریم که کائی باوندد، اف آی اندازه پذیر و و همین دیگه. آره همین شرط ها، یعنی همین فرایند ها به تنهایی سیگما میدانی که تولید میکنن میشه همه پردیکتبل ها. اسپارش هم خیلی ساده است این نکته، دلیلش اینه که یه طرفش که بدیه، یعنی این که اینا پردیکتبل هستن و که الان گفتیم، فقط اینه که اگر یه وای داشته باشیم که باندد باشه، ادپتد باشه و از چپ پیوسته باشه، باید بگیم مثلا میتونیم با اینا اپروکسیمیتش بکنیم، مثلا حد آلموس شوره. البته اینجا که میگیم آلموس شور، در واقع نسبت به مژر حاصل ضربی باید بگیم، باید بگیم حد نسبت به تی و اومگای همچین فرایندهایی هست حتما. که این هم خیلی ساده است، چون لفت کانتینیوز فرضش کردیم، کافیه بیایم یه افراز بگیریم، یه افراز ساده تو دامنه بگیریم، مثلا آی تقسیم بر دو به توان انها رو گرفته، از صفر تا n دو به توانه، یعنی بازی صفر تا n رو پوشش میده. بعد بیایم اون کائه رو بگیریم، مقدار وای تو سر بازه ضرب در تا مشخصه بازه، چون لفت کانتینیوس هست وای، این دنباله ای که ما تعریف کردیم از فرآیندها که پله ای هستن، اینا داره تو همه نقاط، تو همه بزای همه تی و اومگا ها دیگه، نه تنها آلموس شور بلکه فور آل تی و اومگا، در واقع این داره میل میکنه به وای تی. پس هر وای رو که باندد، ادپتد و لفت کانتینیوس باشه، میتونیم با فرآیندهای پله ای اپروکسیمیت بکنیم. پس سیگما میدان تورش توسط فرآیند پله ای میشه همون سیگما میدان تورش توسط وای ها که اسمش رو میذاشتیم پی. این نکته اول. حالا بیایم انتگرال رو تعریف بکنیم. حالا میخوایم انتگرال اینو تعریف بکنیم، چون انتگرال قرار خطی باشه، کافی انتگرال یه دونه از اینا رو تعریف بکنیم. یعنی الان یه دونه کای اومگا یک آوبی تی داریم، به چیز بدیهی البته، یعنی یه پلهی که ارتفاعش هست کای اومگا، بقیه جامعه هم صفره. اگر ایچمون این باشه، انتگرال اچ اس دی ام اس رو چی تعریف بکنیم؟ خب انتگرال از صفر تا تی رو که اسمش رو قرار بذاریم ان تی. خب اگر تی قبل از آ باشه، ان تی سزاوته میشه، اگر تی قبل از آ باشه که این باید صفر بشه، درسته؟ اگر تی بین آ و بی باشه، حالا مساویاش هم خیلی مهم نیست، چون انتگرال تو یه نقطه اینجا چون پیوسته هم هستن تأثیری نداره، ولی حالا بذار تو کتاب استاندارد کتاب بریم جلو. اگر بین آ و بی باشه، تی منهای آ، نه انتگرال نسبت به ام، در واقع میشه ام تی منهای ام آ. بله بله، ام تی منهای ام آ ضرب در کا کا اومگا.
این وقتی تی بین A و B باشه. اگر هم تی بزرگتر از B باشه دیگه باید بشه M کار اومگا در M B منهای M A دیگه. درسته. بله بفهمید. آه بفهمید. چرا باید برای کمتر از ببینید توی شکل نگاه بکنید. الان مقدار فرایند توی نقطه آی چیه؟ هست کای آی منهای یک. درسته. اما مقدارش توی مثلا یه ذره بیشتر از آی چیه؟ هست کا آی. خب چیه مثلا آی بلو اپسیلون. درسته. پس مقدار کا آی، مقدار کا آی باید نسبت به اف آی پلاس اندازه پذیر باشه حداقل. درسته. خب اما حالا نسبت به اینجوری بگم، اگه اینجا ادپتد بذاریم، ببین اگه بخوایم ادپتد باشه کافیه اینجوری باشه. خب اما اگه بخوای پردیکتبل باشه مجبوری اف آی رو بذاری. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که البته نه آره لزومی نداره که ببین، چون آخه میدونی تعریف پردیکتبل تو خودش ادپتد رو داره. خب یعنی بالاخره ادپتد باید باشه شما. درسته. بنابراین اف آی پلاس رو که باید داشته باشی. خب اما شما حالا باید چیزم باشی، حد در واقع. البته نه دیگه، ببین الان این فرایندی که ما ساختیم خودش از چپ پیوسته هست و در واقع ادپتد هم هست، باندد هم هست، پس خود به خود پردیکتبل میشه. فقط ادپتد بودن پس این لازمه. من اشتباه گفتم، اف آی واقعا لازم نیست، اف آی پلاس کافیه باشه. آره اینجوری درست. برای من فقط برای اینکه این غلط نباشه اینجوری میکنم، کافی است این توی اف آی باشه. درست اینجوری؟ می‌خوام بگم که هدف پردیکتبل باشه، تعریفمون برای هر اسی اکیداً کمتر از مثلا یه تی صفری اف اس اندازه پذیر باشه دیگه. به حال اگه باندد اون چیزم داشته باشه. درسته. برای هر اسی کمتر از تی صفری، تی صفر چیه؟ نه نه ببین، پردیکتور بودن یه تعریف غیر مستقیم نابدیهی داشت دیگه. ما اول یه سیگما میدان میساختیم از روی توابع از چپ پیوسته و ادپتد و باندد، بعد میگفتیم دیگه فرایند نسبت به این سیگما میدان اندازه پذیر باشه. آره 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 آره، ما اصلا خودمون رو محدود به اینا میکنیم، همینا کافیه برام. اینا تولید میکنن، اینا تولید میکنن، این برام مهمه که با اینا میشه همه سیگما میدان رو تولید کرد. بله. خلاصه پس ما برای پله تکی به این صورت انتگرال میتونیم تعریف بکنیم. خب این رو به این صورت خلاصه کرده کتاب که دیگه سه‌ضابطه‌ای نباشه، خیلی ساده تره. کا که خودش یه متغیر تصادفیه ضرب شده در ام تی مینیموم بی منهای ام تی مینیموم. اگه دقت کنید این دقیقا همون سه‌ضابطه‌ای هست که ما نوشتیم. الان اگر تی از آ کمتر باشه هم این میشه تی هم این میشه تی، میشه صفر.
اگر تی بین A و B باشه میشه M T منهای M A. اگر T بزرگتر از B باشه این میشه B، این هم میشه A، میشه M B منهای M A. یعنی دقیقا میشه همینی که ما نوشتیم. و حالا چون M هم پیوسته است دیگه مهم نیست اینجا حالا مساوی بذاریم نذاریم، هر جا بذاریم مساوی رو رابطه درسته. حالا همین انتی رو در نظر بگیریم، ما بعدا در ادامه گام به گام پیچیده تر میکنیم دیگه، از یه تک پله شروع میکنیم بعد مجموعه یه تعداد پله و بعد حد میگیریم همه فرآیندا. تو همه این مراحل دوست داریم که حاصل این انتگرال تصادفیه مارتینگل باشه و علاوه بر اون کوادراتیک وریشنش رو هم بتونیم با یه رابطه ساده‌ای به دست بیاریم. خب در واقع بذار برای اینکه مسیر روشن باشه بگم تهش چی خواهد بود، بریم قضیه آخر رو ببینیم اینجا. آره ببینید آخر سر این خواهد شد، بله NT که به این صورت تعریف میشه یک مارتینگل پیوسته خواهد شد و کوادراتیک وریشنش هم اینجوری میشه و درنتیجه خیلی الان طبیعی میشه اون شرطی که ما گذاشتیم، که چرا شرط گذاشته بودیم امید این متناهی بشه، من که اگه در واقع اگه اینطوری باشه این یه اسکوئر اینتگرال مارتینگل هم میشه. خب آخر سر ما به این خواهیم رسید و این رابطه تو خود تعریف هم خیلی مهم هست. خب یعنی تو فرایند ساختن حرکت انتگرال تصادفی هم این مهمه. حالا در نتیجه گام به گام که میریم جلو اینو هی براش ثابت میکنیم. حالا برگردیم به حالت ساده یه دونه تک پله که اینجا بود. بنابراین ما برای این امید ان بی نهایت به توان دو رو هم حساب میکنه و کوادراتیک وریشن رو هم حساب میکنه. هر دوش چیزهای بدیهی میشن. در واقع اینو احساس میکنم خیلی نیازی نداریم چون خود به خود از این به دست میاد. اگه از این امید بگیریم میشه بالایی، همونطور که میبینید هم همینه واقعا، یعنی امید همین پایینی است. این پایینی مهمه در واقع، همونطور که دیدیم آخرش باید بشه انتگرال HS2 دی کوادراتیک وریشن، درسته؟ و اینجا همینطور هم میشه. الان هم میبینیم خیلی بدیهیه. خب اولا پیوستگی NT واضح از روی تعریفش یه تابع سه ضابطه ایه، خودش پیوسته است داخل این ضابطه ها که پیوسته است، اینجا که اصلا ثابته. در واقع اگه بخوایم یه تصوری داشته باشیم ازش، مثلا اگر این مارتینگلمون باشه، مثلا اگه حرکت برانی فرض کنی یا هرچی، اینم اون بازه A تا B باشه و اینم اون پله‌ای که داریم باشه، انتگرال این شکلی میشه. انتگرال این تا اینجا صفره، از اینجا شروع میکنه دقیقا نوسانات اینو کپی میکنه دیگه تا این انتها، اونجا صاف میشه. حالا با یه ضریب کای، البته که اون کای خودش تصادفیه، بنابراین یه چیزی شبیه مثلا سعی کردم شبیه همین بکشم، اینجوری میشه. بعد اونجا بس ثابت دیگه ادامه میده مسیرش. خب یه تابع سه ضابطه ایه، میخوایم بگیم پیوسته است تا قبل از این که صفره، از بعد از این هم که ثابته پیوسته است، این داخل هم که بر حسب تی پیوسته است چون ام پیوسته است، فقط تو این نقاط اتصال این بازار بله. پس توضیح دادیم که نتی خلاصه یک فرایند پیوسته هست. نکته بعدی مارتینگل بودنشه که اون هم باز خیلی ساده است. مارتینگل بودنش، حالا چرا مارتینگل بودنش چرا باید بدی باشه؟ آره دیگه، چون که
تعریف مارتینگل بودن رو کافی براش بنویسیم، چون ام مارتینگل این هم مارتینگل میشه. در واقع میتونیم بگیم تفاضل دوتا مارتینگل، اینجوری میتونیم بگیم. نه البته از اینکه که اف آ اندازه پذیره باید استفاده بکنیم دیگه. دکتر اینو یه مارتینگل نهایت اینو بی نهایت رو ببینیم، بعد اومده یه وقته اینو شرط کنیم همینی که داریم خیلی تمیز در اومده. آها بله بله، راه خود کتاب خیلی بهتره. یعنی باید ثابت کنیم نبی نهایت به شرط FT میشه همون چیزی که داریم. آره آره این ده خیلی خوبه، خیلی تمیزتر. خب پس آره دیگه، این چون آخرش نبی نهایت هم نیاز داره، اومده نبی نهایت رو یه راست حساب کرد. نبی نهایت میشه کا در ام بی منهای ام آ به وضوح طبق تعریف، و امید نبی نهایت توان دو میگه که چون کا باندده، ام هم که امید تواندش متناهیه، پس این متناهیه. حالا میخوایم اینو نشون بدیم دیگه، کافیه اینو بدیم بگیم. میگه که تو سه حالت بررسی میکنه دیگه، اگر تی بزرگتر از بی باشه، ان بی نهایت رو به شرط اف تی بخوایم به دست بیاریم، خب کا از تعریف ان بی نهایت میاد بیرون از توی ان بی نهایت، چون اف تی اندازه پذیره. عجب امروز چرا اینجوری میشه این اینترنت؟ الان دارین صدا و تصویر رو؟ بله، بنابراین توی این حالت کا از امید به شرط اف تی میاد بیرون میمونه، امید ان بی نهایت به شرط اف تی که اونم به نسبت به افتی اصلا اندازه پذیره. یعنی اصلا میتونستیم اینجوری بگیم دیگه، ان بی نهایت نسبت به اف بی اندازه پذیره، چون کا اف آ اندازه پذیره، این قسمت هم که اف بی اندازه پذیره. و این اگر تی بزرگتر از افتی باشه به شرط افتی که بکنیم، مثل اینه که در واقع میشه خودش، میشه خود ان بی نهایت، که ان بی نهایت هم همون ان تیه وقتی تی بزرگتر مساوی بی باشه. وقتی تی بین آ و بی باشه، خب کا چون اف آ اندازه پذیره، اف تی میجربل هم هست، پس میاد بیرون، میمونه این قسمت، که این قسمت هم حالا تعریف مارتینگل رو میزنه، ام بی به شرط اف تی میشه ام تی، ام آ هم که اف تی اندازه پذیره همین میشه، باز دوباره میشه ام تی. و اگر هم تی کمتر مساوی آ باشه چه اتفاقی میفته؟ در واقع میاد به جای اینکه مستقیم نسبت به FT شرطی کنه، اول نسبت به FA شرطی میکنه، بعد نسبت به FT شرطی میکنه. نسبت به FA وقتی شرطی میکنه این صفر میشه، چون این کاه میاد بیرون، MB هم امید شرطی میشه، MA صفر میشه، خلاصه آخرش دوباره میشه NT. خب پس به این صورت ثابت شد که این NTA مارتینگل هست. حالا امید ان بی نهایت به توان دو رو هم نیاز داره که یک قسمت از گزاره اینه که یه همچین رابطه براش به دست بیاد. خب امید ان بی نهایت به توان دو رو میاد اینجوری حساب میکنه، احتمالا شرطی میکنه به اف آ. امید ان بی نهایت به توان دو، یه دونه کادو در ام بی منهای ام آ به توان دو داریم، که اینو در دو مرحله، اول به شرط اف آ حسابش میکنه، بعد ازش امید میگیره. وقتی به شرط اف آ حساب میکنه، این کادو میاد بیرون، تکنیکی که زیاد استفاده کردیم ازش، و میمونه امید ام بی منهای ام آ به توان دو به شرط اف آ. و اینجا از ویژگی کوادراتیک وریشن استفاده میکنه. ما امید این رابطه دیگه، این رابطه رو ما داشتیم، این که در واقع این مساوی میشه با این. این از تعریف کوادراتیک وریشن به دست می اومد، یعنی از با استفاده از این نکته که MT دو منهای براکت MT مارتینگل. خب الان صدا بده، یکی از دوستان گفتن صدا بده.
صدای من الان شده بود، بعد دوباره اوکی شده. الان اوکیه. خب پس ادامه بدیم. عجیبه من برنامه خاصی هم باز ندارم که خاطر اون بوده باشه. خب بنابراین از این نکته استفاده میکنیم. پس بعد آخر سر دوباره این کادو رو میاره داخل و همیشه امید کادو ضرب داره. این همه زحمتی هم که اینجا میکشه اینه که به یه فرمی بنویسه که بعداً در حالت کلی خودش به شکل انتگرالی نسبت به کوادراتیک وریشن باشه، یعنی میخواد آخرش به این تبدیل باشه. خب پس این قسمت هم ثابت شد و قسمت آخر کوادراتیک وریشن این انتی هست. خب ببینید ممکنه که همین جوری به صورت شهودی هم میشه گفت چرا باید این بشه، چون n تا قبل از a صفره، بعد از b هم ثابته، اون وسط هم تغییراتش هست، دقیقا k بر ضرب در تغییرات m دیگه. پس اگر تغییرات مربعی رو ما به شکل تغییرات مرتبه دوم فرآیند نگاه بکنیم واضحه که باید این بشه. ولی خب چون ما اینجا تغییرات مربعی رو به شکل فرآیندی تعریف کردیم دیگه، یعنی اون چیزیه که در تجزیه دوبمیر برای انتی دو به دست میاد، اینجا هم اثبات این باید مبتنی بر همون باشه دیگه. بنابراین ما باید این کارو بکنیم. وقتی میخوایم ثابت کنیم تغییرات مربعی انتی میشه یه چیزی، باید بگیم انتی دو منهای اون چیز مارتینگله. اگه اینو بگیم با توجه به اینکه این چیزه هم یه فرایند صعودیه الان دیگه، چون چرا؟ چون از انتگرال یه چیز نامنفی نسبت به یه فرایند صعودی، نسبت به یه چیز صعودی، برای میشه یه چیز صعودی خودش. پس اگر ثابت کنیم که این LT که به این صورت تعریف میشه مارتینگله تمومه. خب باز دوباره اومده LB نهایت رو گرفته و شرطی کرده به FT. LB نهایت رو گرفته، تهش این چی قراره باشه؟ NB نهایت به توان دو که اینه، منهای این انتگرال هم تا بی نهایت که بریم اینه. خب در واقع از بی به بعد همینشه. و LT هم بازنویسی کرده، کار خاصی نکرده، یه پرانتز هم اینجا کم داره. حالا دوباره اومده بگه امید LB نهایت به شرط FT میشه LT. ببینیم چی کار کرده. باز با همون ایده سابق، اگر تی بزرگتر مساوی بی باشه از این تعریف البی نهایت کادو میاد بیرون، چون اف تی اندازه پذیره. این چیزی که باقی میمونه، باز دوباره از همون ویژگی های کوادراتیک وریشن داره استفاده میکنه دیگه. در واقع این رو ببین، این در واقع اینجا اصلا اینا همه FT اندازه پذیرن، در نتیجه اون امید شرطی اصلا مهم نیست، چون اینجا تی اینجا تی اگه بزرگتر مساوی بی باشه، عذر میخوام، اصلا ال بی نهایت کلن FT اندازه پذیر میشه، همه اینا FT اندازه پذیرن، بنابراین این میشه ال بی نهایت که همون ال تیه. این که هیچی، این حالتیه که تی بین A و B باشه. اینجا اگه تی بین A و B باشه، خب کادو میاد بیرون همچنان، چون کا اف آ اندازه پذیره. و چیزی که اینجا میمونه، حالا اینجا دیگه اون ام بیه اف تی اندازه پذیر نیست، خب داره از چی استفاده میکنه؟ داره از یه همچین لمی استفاده میکنه که میده ام بی منهای ام آ به توان دو به شرط اف تی مساویه با امید ام بی دو منهای ام آ دو به شرط اف تی. این چرا درسته؟ قبلا داشتیم اینو، ولی حالا یه بار مرور کنیم بد نیست. احتمالا این رو باید بنویسیم ام بی دو منهای یه چیزی، بنویسیم ام بی دو منهای ام آ دو
به علاوه دو ام آ در ام بی منهای ام آ منهای این. خب این که دقیقا همینه، پس ما باید بگیم امید این صفر دیگه، درسته؟ امید ام آ در ام بی منهای ام آ به شرط اف تی. آره دیگه دقیقا، موبایل ناهمبسته. حالا ورژن سادهش امید به شرط اف تی نبود، اما الان به شرط اف تی هم مشکل خاصی ایجاد نمیکنه، چون این ام آ میاد بیرون مساوی میشه با، آره میشه در واقع ام آ در امید ام تی منهای ام آ. یعنی نه نمیشه ام تی منهای ام آ، میشه ببخشید ام آ در ام آ اف تی اندازه پذیره دیگه، میاد بیرون میشه ام آ در امید ام بی منهای ام آ به شرط اف تی. خب این که صفر نمیشه، کی گفته بود این صفر میشه؟ امیدش صفر میشه. اینجا ما یه امید هم بیرونش داریم، نه امید نداریم، پس این رابطه اصلا آیا درسته؟ نه من خط اول به دوم رو دارم میگم که یکم مشکوکه. موافق این که مشکلی داره؟ والا همین رو من نوشتم، یعنی این قسمت رو که دست نزده، درسته؟ نه ام که مارتینگل هست، ام مارتینگله، ام که اینجا مارتینگل هست، اون تغییرات مربعیشه. اصلا این قسمتش دست نزده تو این گام، این قسمت که توی براکته فعلا کارش نداریم. این به نظرم این رابطه مشکل داره، این قسمت. حالا ممکنه تهش درست باشه این، ولی اینجا به نظر میاد که مشکل، یعنی فکر کنم این خط رو حذف کنیم درست بشه، یه راست از بالایی برسیم به پایینی. نمیدونم الان چه کنیم، من الان شک دارم، ولی به هر حال این که درست نبود، یعنی الان ما یه جمله اضافه آوردیم. الان درست شد. خب الان چکش میکنیم. ببینید، خب از ام بی منهای ام آ، البته این نکته ای که ما این علاوه ام آ دون نشده، منهای ام آ داشت. خب ما هم منها گذاشتیم. نه ما هم منها گذاشتیم. بله بله. ما باز کنیم دقیقا، ما باز کنیم و میتونستیم امتی بزنیم. آه درسته. آره یعنی این جمله رو نگه داریم توش. آره این جمله که اضافه اومد رو نگه داریم. بله درست میگید. یعنی این میشه ام آ در ام تی منهای ام آ دو، درسته؟
خب خب پس دیگه انقدر به خودمون زحمت ندین. حالا این جمله پس باید تو سطر دوم و سوم اضافه بشه به هر حال. این باید اینجا به علاوه اون جمله بشه. حالا دیگه درست میشه دیگه. حالا جالبه خودش اصلا از این خط به این خط باز دوباره همون جمله احتمالا باید اضافه بشه دیگه. دقیقا هم همونو نیاز داره. بله نمیشد یه جور ساده تری بگیم اینو؟ چون اینجا الان از خط UVC که میخواد بره فکر کنم از این استفاده میکنه که امتی دومنه براکت مارتینگله. بله درسته، یعنی مجبوره این گام رو طی بکنه. بله پس ما باید اینو اضافه کنیم دیگه. اینجا ما باید این جمله رو اضافه اومد به سطر دوم و سوم اضافه کنیم در واقع، و وقتی برش گردونیم این دقیقا همون چیزی میشه که میخوایم، یعنی میشه، یعنی همچین چیزی میشه. بذار کل شما چی بوده؟ یه دو هم داشتیم. آه ما یه دو هم داریم در واقع. این میشه، بذاریم من اصلاحشو بنویسم بعد شما اگه چیز بود بپرسیم. اینو به علاوه یا منهای دو تا ام آ در ام تی منهای ام آ باید بکنیم. اینم همینطور. حالا از این به این دوباره درست میشه دیگه. الان اینو دقیقا میشه همین، دقیقا میشه میشه ام تی منهای ام آ به توان دو. الان درست شد. بله خیلی خوب. خب پس به هر حال درست شد. حالا این مساوی LT شد نهایتا دیگه. این الان LT دیگه، این قسمتش دقیقا NT2ه، این هم منهای اون انتگرال است. و حالت تی کمتر مساوی آ هم دوباره اومده چیکار کرده تو این حالت؟ اول به اف آ شرطی کرده. به اف آ که شرطی کنید در واقع این قسمت که چون هر دو تی کمتر دار لزومی داشته این کار رو بکنه، همجوری واضح نیست که صفر میشه، چون تا قبل از آ که این صفره، کلن این صفره، این هم تا قبل از آ صفره، نیازی به شرطی نبوده به نظر. آها نه، میخواد بگه که حالا درسته LT که صفره برای T کمتر از آ، میخواد بگه امید L بی نهایت به شرط FT هم صفره. اول اومده به FA شرطی کرده. به FA که شرطی بکنه همین محاسبه بالا کاملا ساده خواهد بود، چون در اینا سر این بازه است. با همین محاسبه مساوی LA میشه و LA هم که صفره، بنابراین تو این حالت هم بازه. خب پس خلاصه کنیم، برای یه دونه تک پله ما اینو ثابت کردیم. بکنم الان بتونیم توی حالت پله ایش هم بگیم، یعنی چند تا پله، چون شاید نکته اصلی تعریف انتگرال ایتو اونجا دیده بشه، نکته اصلیش اونجاست و بعد فرایند حدگیری میمونه برای جلسه بعد. حالا پس ما از اینجا بعد با همچین سیگماهای سر و کار داریم. سیگماهای J بزرگ تا پله داریم، KJ در یک AJ و BJ، که این KJ FAJ اندازه پذیره و باندده. این بازه ها هم مجزا گرفته. دقت کنید که اگر اوورلپ داشته باشن بازه ها، خب میشه با تعریف بازه های جدید ریزتر کردن بازه ها کاری کرد که بازه ها مجزا باشن. سر و ته بازه ها میتونه به هم بچسبه ولی اوورلپ نباید داشته باشه.
همینا اینجا توضیح داده، گفته مثلا اگر دو تا بازه با هم اوورلپ داشتن، آ دو کوچیک‌تر از بی یک بود، اون بازه وسط رو یه بازه جدید ایجاد می‌کنیم که مقدارش از کا یک برابر کا دو، دیگه اینا اوورلپ نخواهند داشت. حالا با توجه به اینکه قرار انتگرال خطی باشه، معلومه انتگرال رو باید چی تعریف بکنیم. انتگرال اچ اس دی ام اس باید این بشه. خب مارتینگل و پیوسته بودن اینم که واضحه، چون جمع مارتینگل های پیوسته است. تک تک اینا ثابت کردیم مارتینگل های پیوسته هستن. میمونه این دوتا ویژگی، این دوتا رو بیایم حساب بکنیم. امید ان بی نهایت توان دو رو حساب بکنیم و کوادراتیک وریشن ان رو حساب بکنیم. که اون نکته که گفتم نکته مهم محاسبه ایتو اینجاست. قشنگ اون در واقع پردیکتبل بودنه اینجا خودشو نشون میده. حالا واقعا نمیدونم، ببینیم پردیکتبل بودنه ضرورتش اینجا حس میشه یا نه، شاید هم تو اون فرایند حدگیری باشه، بریم ببینیم. خب این بی نهایت در واقع سیگما تا بی نهایت انتیه دیگه، یعنی دیگه این تی مینیموم ها حذف میشه، میشه سیگما کاجی در ام بی جی منهای ام آجی. وقتی که توان دوش رو بگیریم یه سیگمایی به توان دو میشه، سیگمایی که به توان دو میشه یه سری جمله های تک جمله به توان دو خواهیم داشت، یه سری هم حاصل ضربای دوتایی که ما حاصل ضربای دوتایی رو میاد یه دو برابر سیگما رو آی کمتر از جی از همچین حاصل ضربایی مینویسه. خب حالا بعد ما از این موجودات امید بگیریم. این دومیه صفر میشه امیدش، محاسبه شبیه این قبلا هم داشتیم. تکنیکش هم اینه که اول به اون آآی که کوچیکتر شرطی بکنیم. در واقع این امید رو میخوایم حساب بکنیم، میایم اول شرطیش میکنیم به سر باز دومی شرطی میکنیم، به اف آجی شرطیش میکنیم. وقتی به اف آجی شرطی کنید اچ آی میاد بیرون ازش، چون اچ آی که در واقع اینجا به جای حالا البته چرا اچ گذاشته باید اف میذاشت، به نظرم اشتباه نوتیشنی کرده، کی باید میذاشت، درست میگم؟ اینجا خودش کی گذاشته بود، منظورش از اچ جی ظاهرن همون کی جی. این کی جی ها یا اچ جی ها اف آجی اندازه پذیرن دیگه، اچ آی اف آی اندازه پذیره که آی هم از آجی کمتره، بنابراین اون اچ آی میاد بیرون. اچ جی هم که اف آجی اندازه پذیره اونم میاد بیرون. ام بی آی منهای ام آی هم که مربوط به بازه اولی است. الان موقعیت بازه ها اینطوریه دیگه، یه بازه آی بی آی داریم، یه بازه آجی بی جی داریم، که البته ممکنه این بی آی مساوی آجی باشه، ولی خلاصه همه این سه تا آی و بی آی و آجی نسبت به اف آجی اندازه پذیر هستن، بنابراین این هم میاد بیرون، فقط این میمونه ام بی جی منهای ام آجی به شرط اف آجی، که این چون ام مارتینگل صفر میشه، بعد این صفر شه کل این جمله در واقع صفر میشه و در واقع البته ارزش کار ایتو رو نمیخوایم پایین بیاریم، ولی همه نکته کار ایتو در واقع این هست، این محاسبه که اینجا انجام دادیم. البته ایتو خیلی کارهای، حالا شوخی کردم، خیلی کارهای ارزشمند دیگه در همه حوزه‌های فرآیند تصادفی داشته البته، و حتی در خود همین انتگرال ایتو و حسابان تصادفی کار ایتو خیلی فراتر از صرفا تعریف انتگرال ایتو بوده. اینجا اینو اشاره کنم. خب حالا بریم ببینیم این امید توان دوه در واقع چی میشه. این امید توان دوه رو باز دوباره با یه شرطی سازی اینو بیاد محاسبه میکنه، این دفعه به سر همین باز شرطی میکنه، به اف آجی. به اف آجی که شرطی کنی دوباره اجی دو میاد بیرون و اینجا میتونیم از ویژگی کواراتیک وریشن استفاده کنیم، همین نکته که بالاتر هم بهش اشاره کردیم که این مساوی با این میشه. ببینم این همون سوتی بالا رو توش نداره، آه نه اونجا به شرط FT بود، این چون به شرط FAJ. اوکی، و
بنابراین اینو با این جایگذاری میکنه. حالا دوباره اجه رو میاره داخل و امید شرطی رو حذف میکنه. یعنی دوباره میرسه به امید غیر شرطی و این همون چیزیه که تو حکم قضیه بود. یعنی امید n بی نهایت 2 شد. این حالا خودش یه جور مجموعه ریمانه دیگه. این دفعه ولی یه مجموعه ریمان درست حسابیه، چون یه تابع سعودیه این و مجموعه ریمانش میل میکنه به انتگرالش. ریمان اشتیلیس در واقع دقیق تر اگه بخوایم. بنابراین اینجا البته میل کردنی هم در کار نیست، چون تابع پله‌ایه، مجموعه ریمان دقیقا همون انتگراله. پس این سیگما وقتی بگیریم روی جی ها، این چیزی نیست جز همین انتگرال HS2 دی کوادراتیک وریشن ام اس. بنابراین این رابطه هم ثابت شد. گفته استدلال برای براکت کاملا مشابهه. خیلی واضحه این موضوع. برای اینکه برای براکت ثابت بکنیم، دوباره باید یه الی تعریف بکنیم مثل استدلال بالایی. بعد ال بی نهایت رو تعریف بکنیم و بگیم امید ال بی نهایت به شرط اف تی مساوی ال تی. ولی برای من خیلی واضح نیست که این شبیه همین میشه. در واقع ما چی باید بگیم؟ ما باید بگیم که nt2 منهای این موجود انتگرال hs2 دی ms از صفر تا t، مثلا اسم این رو بذاریم lt. ال بی نهایت هم که خب میشه ان بی نهایت به تمام دومنهای همین انتگرال از صفر تا بی نهایت فلان hs2 دی ms. که این هم میتونیم به صورت سیگما بنویسیم. این در واقع میشه سیگمای HJ2 M DJ منهای M AJ رو همه J ها. بعد حالا باید بگیم که در واقع ادعا میکنیم که ال بی نهایت رو اگر شرطی کنیم به FT مساویه، یعنی باید بگیم این LT خلاصه مارتینگله دیگه. بیام اینو بگیم. خب ببینیم که چه اتفاقی میفته. حالا نه که اینو به نظر من که از اون طریق هم میشه، چون بازه های اینا هم مجزا هستن. آره منطقه میخواستم اینم، این که خودش گفته شبیهه، یعنی منظور شبیه حالت تک پله‌ای آیا میشه گفت یا نه؟ اگه نشه اون کارو میشه کرد، بله، ولی شاید اینجوری ساده میبود. بذاری ببینیم. مثلا با حالت گیری رو این که این تیه بین مثلا آجی و بی جی هست یا نه، شاید اینجوری باید رفت جلو. حالا به نظر من این طور که راحت گفته شبیه نیست، یه ذره نوشتن داره. بنابراین من فکر کنم مثلا اینجوری بگیم که یه حالت اینه که بین هیچ آجی و بی جی نباشه، مثلا خارج از این بازه ها باشه. تو اون حالت احتمالاً ساده میشه. حالت اول اینه که مثلا بین یه دونه بی جی و یه آجی به علاوه یکی باشه. این حالت رو اول بررسی کنیم که ساده تره. توی این حالت چه اتفاقی میفته؟ توی این حالت وقتی که شرطی کنیم به اف تی، خب الان ان بی نهایت به توان دوه، ان بی نهایت خودش جمع یه چیزایی بود دیگه. ان بی نهایت بود سیگمای J M B J منهای M A J. خب سیما رو همه J.
به توان دو میرسونیم، همین این شکلیه میشه. خب تنها تفاوت ما اینه که الان ما داریم به شرط اف تی میگیریم کل اینو، یعنی میخوایم امید امیدنه به توان دو به شرط اف تی رو نگاه بکنیم. اتفاقی میافته اون آجی هایی که از تی بزرگترن، همین استدلال نشون میده که این قسمت براشون صفر میشه. اون آجی هایی که از تی کوچیکترن کلا نسبت به اف تی اندازه پذیرن، بنابراین اینا رو میتونیم مثلا از امید شرطیه بیاریم بیرون. و اینا چی رو به ما میدن؟ همین ان تی دو رو میدن. بنابراین تا اینجا به این رسیدیم که امید ان بی نهایت به توان دو رو که حساب میکنیم دو قسمت میکنیم، اینش دو قسمت میشه، اینش هم دو قسمت میشه. اینش اوناییش که کمتر از آجی هن، جیشون تا قبل از جی خاصه، همه میان بیرون از ان امید شرطی و میشه یه امید، میشه خودشون. ایناشون هم همینطور میاد بیرون میشه خودشون. این دوتا رو هم میشه ان تی دو. این به شرط اف تی شم من بذارم، امید امیدنه به توان دو به شرط اف تی. پس یه ان تی میده. چیا موند؟ یه قسمت جی های بزرگتر از اون جی خاص اینجا که اونا صفر میشه با همین استدلال، یه قسمت این توان دوهایه که جیشون بزرگتر از اون جی خاصه. بنابراین این مثلا اینو جی صفر بذارم، میشه این به علاوه NT2 به علاوه چی باقی میمونه؟ اون سیگمایی که در واقع اینجوری بگیم دیگه، امید اون سیگمای J2 در MBJ منهای MAJ2 به شرط FT. اینا اون J هاییه که از J0 بزرگترن. خب که اینها رو هم باز همون استدلال، چون الان به جای اینکه به FT شرطی کنیم میتونیم به AJ0 علاوه یک اول شرطی کنیم. باز هم من قطع شدم، مصاحبه میکنم. خب الان صدا تصویر خوبه؟ بله، گفتم این هم در واقع به جای اینکه به افتی شرطی کنیم میتونیم اول به آی جی صفر علاوه یک شرطی کنیم، بعد به افتی شرطی کنیم. وقتی به آی جی صفر علاوه یک شرطی کنیم، همین استدلالی که اینجا داشتیم، این نتیجه میده که این همچین موجودی میشه. حالا اینو شرطی میکنیم به افتی جی، به افتی در واقع. بنابراین یعنی اینجوری بگم، در واقع همه این اینجا به شرط افتی هم اگر بیاد، اینجا 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 این تا آخر باقی میمونه. بنابراین این تهش هم یه دونه به شرط FT میاد. پس این جمله هم چیزی نیست جز چی؟ انتگرال ای گفتین در واقع این میشه انتگرال از T تا بی نهایت HS2 DMS به شرط FT. خب حالا چیکار میکنیم؟ این سیگما رو خودش یا دیگه اینجوری پیچیدش نکنم اصلا دیگه، در واقع الان ما اینو باید کم بکنیم، جی از یک تا الاخر تا جی بزرگ اینو کم بکنیم. در واقع امید ال بی نهایت به شرط اف تی رو که بنویسیم میشه همین این منهای اون سیگما جی از یک تا جی، امید این به شرط اف تی، که این قسمت جی صفر بعدش با این ساده میشه جی تا جی صفر تا جی، نه دیگه، تا جی بزرگ، جی بزرگ. قسمت جی صفر بعدش با این ساده میشه، میمونه قسمت قبل از جی صفرش. قبل از جی صفرش افتی اندازه پذیره، اینا همه افتی اندازه پذیرن و دقیقا مساوی میشه با التی. خب پس این حالت که تی بین این بازه ها باشه، تو خود هیچ کدوم از بازه ها نباشه، کار ساده بود. مثلا اینجا باشه تی، میمونه حالتی که تی تو یکی از بازه ها باشه. حالتی که تی تو یکی از بازه ها باشه، حالا تازه دارم میفهم چرا کتاب به نظرش خیلی
شبیه بوده، چون یواش یواش داره به نظر من خیلی شبیه میشه، اونقدر سخت شده و طولانی، ولی خب نه، این قسمت به نظر من واقعا شبیه. الان اگر تی تو یکی از بازه ها باشه، باز شما این سیگما ها رو باید اندفعه سه قسمت بکنید، یه قسمت مربوط به قبل از آجی، یه قسمت مربوط بعد از بی جی، یه دونه تک جمله هم مربوط به خود بازه آجی و بی جی. اون قسمتی که مربوط به خود بازه آجی و بی جی استدلال شبیه همین تک بازه ایه که اینجا داشتیم، این قسمتیش که قبل از آجی و بعد از بی جی مثل استدلالیه که اینجا داشتیم، نکته جدیدی نداره. درنتیجه این رو دیگه جزئیاتش رو به خواننده و شنونده واگذار میکنیم. بنابراین بله، بنابراین خلاصه در این ایز سیمیلار اینجا حرفای زیادی نهفته بود، ولی خب نکته جدیدی واقعا نداشت. باید خوب این جمله ها رو دستبندی کنیم و اون امید شرطی ها رو به نحوه مناسبی انجام بدیم. خب پس برای تعاب پله ای هم ما تا اینجا انتگرال تصاویر رو تعریف کردیم، که تعریفش خیلی بدیهی بود، چیز خاصی نداشت، ولی این دوتا نکته مهمش این امیداست و این خصوصا این کوادراتیک وریشنی که حساب کردیم. برای به یک مارتینگلی رسیدیم با این ویژگی ها. حالا همین دوتا ویژگی به ما کمک میکنه که اون فرآیند حدگیری رو در ادامه کار انجام بدیم، یعنی گام بعدیمون این خواهد بود که بگیم هر فرآیند اچی که اون دوتا شرطی که اول کار گفتیم رو داشته باشه پردیکتبل باشه و این نرمش متناهی باشه، این یه جور نرم داره به ما میده دیگه، همچنین اچی رو با دنباله ای از در واقع پله‌ای ها فرآیند پله‌ای تقریب میزنیم با این نرم. یعنی چی با این نرم تقریب میزنیم؟ یعنی یه فرآیند پله‌ای پیدا میکنیم HNS ها که این تفاضل امید انتگرال این تفاضل رو تمام به صفر میل میکنه، یعنی در همین نرم خاصی که اینجا تعریف میکنیم تو اون فضا دارن تقریب میزنن HNS ها. بعد ثابت میکنیم که اگر از این HNS ها انتگرال بگیریم خود اون انتگرال ها به عنوان متغیرهای تسلیمی به یه چیزی میل میکنه و اون چیزه رو اسمش رو میذاریم انتگرال HNS. این کاریه که جلسه بعد انجام خواهید داد. همون ویژگی‌هایی که بالا دیدیم براشو برای حالت پله‌ای مثلا اون کوادراتیک وریشنش رو دوباره حساب می‌کنیم، امید انبینات تمام رو حساب می‌کنیم و اون میشه تعریف انتگرال ای تو و دیگه این میمونه برای جلسه بعد. خب دیگه اینجا به پایان ببریم این جلسه رو. اگر سوالی نکته‌ای هست، من ممکنه که این قسمتی که باقی مونده چون خیلی کاری نداره زیاد به صورت آفلاین ضبط کنم و آپلود کنم و توی کانال اطلاع بدم. حالا اگر سوالی نکته ای هست بفرمایید. شما خسته نباشین، سلامت باشین تا جلسه آینده. به صورت پیشفرض جلساتمون همین دوشنبه خواهد بود مگه اینکه من اطلاع بدم در کانال. خسته نباشین، خدا حافظ شما. سلامت باشین، خدا حافظ.